شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید، تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی، شب راهش رو گم کرد تو گیسوی تو گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاشی. شنبه چهارم اوت، شهر بن، گرمای شدید و یک ساعت پیش از آغاز مراسم سالگرد قتل فریدون فرخزاد. در بگورستان در سایه روشن آفتاب گرم در انتظار عبور بیش از 200 تن از هواداران فریدون فرخزاد. آخرین آماده سازی ها که هر ساله علیرضا قلی پور اجرای مراسم را به عهده میگیرد و در اینجا میگوید با درود خدمت هموطنان داخل خارج، امروز 26 سالگرد ترور فریدون فرخزاد، دکتر فریدون فرخزاد، این هنرمند ملی که ما اینجا با کمک دوستانمون جمع شدیم تا خاطره این قهرمان ملیمون رو حفظ بکنیم. من به عنوان یک سرباز خوشحالم که در عرض این 26 سال نذاشتم خاطره فریدون عزیز از خاطره ها بره، البته با کمک دوستان. و امروز هم ایرانی های خیلی زیادی اومدن دم آرامگاه هستیم و در حدود یه نیم ساعت دیگه برنامه رو شروع میکنیم. 26 سال از ترور فریدون فرخزاد گذشت، ولی فاصله قلب میهن‌پرستان به هم نزدیک میشه و امیدواریم یه روزی نزدیکی به حدی برسه که برای پیروزی و سربلندی ایران، برای همه ایرانی ها داخل خارج، آرزو سلامتی و تندرستی داریم. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرد بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای درآورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. صحبت اولی که شنیدین صحبت پدری بود که با چش اشبار از مملکت خارج شد. از زمانی که ایشون خارج شد 40 سال این مردم یک روز خوش ندیدن. فاصله در ابتدای نام اوست، فصلها از رفتنش یک گفتگوست. رازدار من همیشه ماندنیست، یاد آن یک سرگذشت خواندنیست. دال آن دوستدار خاک وطن، واو آن واسطه بود با این سخن. نقش آن نجوایی از مهر و وفاست، فاصله فصلی پر از این ادعاست.
آب باش، آب پاک پاک پاک، اشک آسمان همنشین خاک. آب باش و باش کاخ تشنگان، هر چه زنده هست گیرد از تو جان. کوه را بکن با تلاش خیش، هیچ جا نمان، پیش پیش پیش. آب اگر شدی پرخروش باش، مصر رود در جنب و جوش باش. آب چون شدی پرترانه باش، مثل برکه نه بیکرانه باش. نشینم چشم براه تو، که بینم روی ماه تو. گشت سجدگاه من ماه من، کعبه رویت، دل شده اسیر دام تمام پاره. درود بر مهربانوان و مهربانان. امروز به این مکان آمده ایم تا از اندیشه، تفکر، آینده نگری انسانی به نام دکتر فریدون فرخزاد قدردانی و راه او را بشناسیم و ادامه دهیم. از دیدگاه من، دکتر فریدون فرخزاد برای انسانهایی که درد وطن دارند به اندازه کافی شناخته شده است و من هرچی در اینجا از جایگاه والای او سخن بگویم وقت شما را گرفتم. به این دلیل بوده که تمام عمر عزیزش رو در سبد اخلاص گذاشت و فقط برای روشنگری تلاش کردنشون، وگرنه ما هنرمند بسیار داشتیم و داریم. و در مورد مسائل من یه شعری آماده کردم، این آخرین شعرم، اینو تقدیم میکنم به فریدون عزیز و تمام مبارزانی که توی ایران دارن سختی و بدبختی میکشن، کف خیابون دارن زجر میبینن، گلوله میخورن، باتون میخورن. کودکی ز کودکی ترد میشوم، ذره ذره کسر و فرد میشوم. در خیال مادرم به خواب میروم، با صدای نعره اش چو گرد میشوم. نوبهار دخترم مثال گل، در خزان کشورم چه زرد میشوم. تیر غم به بال شادیم زدند، توی بندشان چه درد میشوم. آخرین وداع به خطبه میکنند، از خدایشان چه سرد میشوم. روح من به ضرب ضربه میخورد، پنج صبح روی دار مرد میشوم. پنج صبح روی دار مرد میشوم. سپاسگزارم از همه شما. خیلی متشکرم. دوستان، خیلی از من میپرسن این مقبره کی هستش؟ این یه ایرانی بوده، خانوم آلمانی داشته، در ایران فوت کرده، خانومش اومده اینجا رو خریده، عکسش رو گذاشته، چون گویا دوست فریدون عزیز منم بوده، ولی جنازه‌اش تو ایرانه. خیلی سعی کرده که جنازه رو برداره بیاره اینجا، گویا اجازه ندادن. این خانوم آلمانی اومده این محل رو، چون شوهرش با فریدون دوست بوده، همیشه میگفته اگر من مردم منو ببرین کنار فریدون. و این خانم آلمانی اومده این محل رو تهیه کرده و این محل رو درست کرده. با درود خدمت تمامی حضار عزیز، من پردیس حسینی هستم. این طرح رو به یاد فرخزاد نازنینمون برای سپاسگزاری از جناب قلی‌پور که هر سال زحمت میکشن و این مراسم رو تدارک میبینن، خواستم قدردانی کرده باشم و به نشان یاد بود تقدیم ایشون بکنم. اجازه میخوام که از این زمان استفاده کنم و بگم که فراموش نکنیم هموطنانمون رو در ایران و زندانیان سیاسی رو، هما سلطانی رو که دیروز خبر درگذشتش رو دیشب شنیدیم و پدرش که همچنان 7 سال در بند هست. لطفا فراموش نکنید سکوت ما، خیانت به ما و وطن ما و تک تک خانواده های ماست که در ایران به سر برن. سکوت نکنید لطفا. با سپاس از تمام عزیزانی که این روز رو فراهم کردن. من خیلی دوست داشتم یکی از آرزوهای دیرینه خودم رو با شما در میان بذارم و فکر میکنم یکی از آرزوهای فریدون فرخزادم میتونه باشه.
شاعر بزرگ ما جناب آقای رضا مقصدی امروز صبح شعری رو برای من فرستادن، برای زنده یاد فریدون فرخزاد رضا مقصدی. خونیاگر خجسته خونم، نام تو را به عشق نوشتم. خونیاگر خجسته خونم، خورشید در کرانه چشمم سرود خواند، مهتاب در ترانه خشمم به غم نشست، در آسمان ستاره ای از جنس جانمان بغض بلند هر شبش را فرو شکست. این شعر رو براتون میخونم از بدبختی خودمون، از بدبختی ملتمون. ما همه ملت بازنده شدیم، خودگریزان و پراکنده شدیم. اگه از راه تمدن عقبیم، داشتن ادعا رو خوب بلدیم. دلخوش خاک و بر پرگوهریم، توسری میخوریم و مفتخریم. اگر کوه‌ها بجنبند، اگر دریاها بخشکند، اگر از آسمان سنگ و آتش ببارد، اگر از چار سوی گیتی شمشیرها یاخت ما را به دام بکشند، و اگر زمان به پایان برسد، باز هم با مهری راستین تو را می ستاییم. ای وطن، ای ایران. یه سری از دوستان اینجا لطف داشتن، منو میشناختن، کلی هم محبت کردن. من اومدم دو سه دقیقه وقت شما عزیزان رو بگیرم. یه سری نکته‌ای که ما ایرانی ها که گاهی فراموشکار هم میشیم، متاسفانه یادمون میره. فریدون فرخزاد یک دلیل واضح داشت که کشته شد. اینکه دست ناخ روی این صورته، این ماسکه رو کشید بیرون. ماسکی که فاصله من با ایرانم، با خاکم، با خودم، با وطنم، با وجودم، با مادرم، با پدرم، با همه کسم، با همه کس و کارم انداختم. این ماسک رو گرفت کشید بیرون، فاصله رو از بین برد. 40 سال آخون تو اون مملکت و 40 سال ما میایم فریدون فرخزاد، مثل فریدون فرخزاد کلی جوان اعدامی درد کشیده رو اشک میریزیم و 4 روز بعد این ماسکه رو میزنیم به صورتمون. اون کاردی که نشسته توی تن فریدون فرخزاد دست دونه دونه ایرانی ها میتونه باشه. کتابایی که به زمان آلمانی نوشتم از فریدون فرخزاد یاد کردم و فریدون الان در کتابخانه مرکزی آلمان وجود داره. سهم من از سرزمین مادری، یا به آلمانی سهم من از سرزمین پدری، که اولین صفحه‌ش که باز می‌کنی در کتابخانه به عنوان یک سند تاریخی در کتابخانه مرکزی آلمان به زبان آلمانی موجود است. عکس فریدون فرخزاد که به چه دلیلی اونو کشتنش و سرش رو بریدن.